و قال انا اوهی و امید، پوزش میخوام، گفت من زندگی میبخشم و میمیرانم. قال ابراهیم، ابراهیم گفت فان الله یاتی به شمس من المشرق فاتی بها من المغرب، گفت این الله است که یاتی به شمس میآید با خورشید، از مشرق میاد و در مغرب او رو فرو میریزه. خب این که دیگه نیازی به ابراهیم نداشت دیگه، هر کسی میدونسته که این خورشید از مشرق میاد در مغرب غروب میکنه. فبوهت الذی کفروا والله لا یهدی القوم الظالمین، مبهوت شدن دگراندیشان و والله لا یهدی القوم الظالمین، همون چیزی که ما همیشه دست میزنیم روش میگیم این الله شرخر بیهوده است، میگه لا یهدی القوم الظالمین، در حالی که الله اگر هدایت کننده است، اگه مرکز قدرته، اگه مرکز تواناییه، باید ستمگران رو هدایت کنه. این میگه والله لا یهدی القوم الظالمین، این الله قوم ستمگر و ظالم رو هدایت نمی کنه، یه لقمه پخته میخواد، هر که خودش هدایت شده بیاد جلو بگه من مال این الله هم، ولی قوم ظالمین رو این الله هدایت نمی کنه. حق باز اگر میتونست هدایت بکنه و اگر از اینکه الله راستی صحبت میکرد و به راستی این فرستاده یک آفریننده درست بود، اون آفریننده هر کاری دلش بخواد میکنه، خودشم میگه، اما اینجاها گاف میکنه، حد دستش در میره. آدم کوچولویی بوده، بی سواد بوده، خود سلمانم که ارباب و رهبر و هادی او بوده گمراه بوده. باز وای میسه تقریبا اوکلدی مره علا قریتن و هی خاویتن علا عروشها، آیا نیست مثل اون کسی که از یک روستایی عبور کرد و هی خاویتن علا عروشها، قال انا یحیی هذه، یکی افتاده روی زمین مرده مثلا، گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، گفتش که این رو زنده میکنه الله بعد از اینکه مرده باشه. فاماته الله، الله رو کشت. فاماته الله ما اتعامن، الله او رو برای 100 سال کشت. حسن قربونه، همش چرندیات. فاماته الله ما اتعامن، این الله او رو برای 100 سال کشت. ثم بعثه، سپس او رو برگردوند. قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما، ازش پرسید از اون که 100 سال کشته بودش چند وقت مرده بودی، گفت یه روز، او بعد یوما، یا یه چند روزی یا یه روزی. قال بل لبثت ما اتعام، الله بهش گفتش که بابا تو 100 سال مرده بودی، فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك فلنجعلك آية للناس، به این غذایی که میخوری نگاه کن، به اون شرابی که میخوری، نوشابه‌ای که میخوری نگاه کن، 100 سال گذشته، وانظر الى حمارك، به خرت نگاه کن، خره 100 سال اونجا زنده مونده که این بیاد ببینتش، شما نگاه کنید عمر بز زیاد الاغ 13-14 سال تا 17 سال، الاغ دیگه مردنیه، الاغ 12-11 ساله رو بهش میگن پیر الاغ، این 100 سال خوابیده، لابد 30 سالی هم داشته، 130 سال الاغش 130 سال زنده مونده، نونش هم همون 100 سال مونده. یه چیزایی که به راستی، خب آمده یه چیزی میگه، مثل قضیه ملا نصرالدینه که یه پادشاهی بود آمد گفت آقا به من نشون بدید نیمه زمین کجاست، مرکز زمین کجاست، هرچی دانشمند پانشمند اومدن نتونستن، عاجز شدن بگن کجاست مرکز زمین، نمیشه. ملا نصرالدین با الاغش اومد،
اومد. گفتن ملا اومده مرکز زمین رو به شاه نشون بده. خوشحال شدن. ملا پیاده شد و پیش از اینکه دست به هر کاری بزنه این میخ طویله الاغشو گرفت تق 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 کوبید زمین. گفتن خیر خوب ملا تو چی میگفت؟ اومدم مرکز زمین رو به پادشاه نشون بدم، همینجاست اونجا که میخ طویله الاغم رو کوبیدم. اینا موندن هاج و واج، گفتن چی داری میگی ملا؟ گفت میگید نه باور ندارید، قدم بزنید اگر دیدید نیمه زمین نیست. کی میتونه زمین رو، کره زمین رو قدم بزنه؟ شمال و جنوب و شرق و غرب و شمال شرقی و نمیم جنوب غربی و همشو. گفت اینجاست. حکایت افسانه ها و چیزهای عجیب غریب و ناباور و خارج از منطقی هم که این کتاب میگه همینه. چسبوندتش به الله که هر چرندی رو میگه بگی قبوله. آقا اومد در یک جایی دید یک مردی مرده است و بعد موتا ف اماته الله، بعد الله با الله درگیر شد، شرط بندی کرد، الله اونو کشت و ما اتعام، ما اتعام یعنی 100 سال، ثم بعثه، سپس دوباره اون رو برانگیزانید. قال کم لبست، بعد الله بهش گفتش که چقدر مرده بودی؟ قال لبست یوما و بعد یوم، گفتش که من یه روز یا چند روزی بودم مرده بودم. او بعد یوما قال بل لبست ما اتو آمن، بهش گفت بابا تو 100 سال مرده بودی. فنظر الى طعامی که، غذا تو نگاه کن، و شرابی که، شراب تو نگاه کن، لم یتسنه. فنظر الى حمارک، الاغ تو نگاه کن، ولنجعلک آیه للناس، من تو رو یک نمونه، یک آیه برای الله قرار میدم. کجاستی؟ قضیه همون میخ ملا نصرالدین و میخ طویله شه. اینو من میگم، میخوای قبول کن، میخوای قبول نکنی کافری. بابا در کجا اتفاق افتاده؟ این چیه؟ چی داری میگی این رو؟ الله با کی اومد این شرط بندی رو کرد؟ این چیه این مزخرفات؟ یعنی الله اینقدر کوچولوی میاد با یه آدمی شرط میبنده که تو رو 100 سال میکشم، زندت میکنم و میان با هم؟ این مزخرفات به درد چرندیات حتی چلتوتی، قصه های چلتوتی از این خیلی منطقی تره. ما رو محکوم کردن این رو به عنوان کلام الله بپذیریم. بله. منظور الی العظام کیفه ننشرها، به استخونه نگاه کن چگونه ما رو منشورش میکنیم، جمعش میکنیم. ثم نکسوها لحما، سپس روی این استخون ما گوشت میاریم. فلما تبین له، وقتی بهش نشان داد، قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، گفت بله من حالا فهمیدم که الله به همه چیز آگاهه. این چرندیات، این قصه ها و این چیزها رو حالا تو قبولش کنی، این مزخرفات رو که انسانی خرافاتی چرند پذیری قبولش نکنی، بهت میگن آقا تو بیادبی میکنی، توهین میکنی. این مرام آمده فرهنگ رو به تمام لجنکده ها انداخته و شما رو مجبور میکنه پذیراش باشی. و ادغال ابراهیم و رب ارنی کیفه توهی الموتا، حالا ابراهیم اومد به اللهش گفت به من نشون بده چگونه مرده رو زنده میکنی. چشمندی مرحله بعدی، قال اولم تؤمن، اللهش گفت تو ایمان نداری؟ قال بلا، ولیکن لیطمئن قلبی، اما برای اینکه قلبم مطمئن بشه تو راست میگی. دقیقا اینه ها. گفت قال بلا، گفت بلی، ولیکن لیطمئن قلبی، اما برای اینکه قلب من مطمئن بشه تو خدایی راست میگی، بیا یه مرده رو واسه ما زنده کن. قال فخود 4 من الطیر، گفت 4 تا پرنده رو بگیر.